بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده عزیز السلام علیکم، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های شهروالی کابل. دوستای عزیز، به ادامه برنامه نظم انتظام شهری شهروالی کابل این بار آمدیم در منطقه پل سرخ. قسمی که شما میبینین اینجا ساحه سبز است که متاسفانه از سوی بعضی از افراد فرصت طلب اینجا غصب شده بود و غرفه ها گذاشته شده بوده که در اثر سعی و تلاش ناحیه سیوم شهروالی کابل این غرفه ها برداشته شده و ساحه سبز از غصب نجات داده شد. دوستای عزیز، همونطور مسئولان ناحیه سیوم شهروالی کابل اینجا در این بازار آمدن نظم شهری ایجاد بکنند. دوستای عزیز با ما باشین و تا آخر بیننده این برنامه باشین. وطن است د وجود بدر ملنا کو بخپلو وینو خلو دی جوړو هی ودا. بیننده عزیز، قسمی که در آغاز برنامه گفتم مسئولان ناحیه سیوم شهروالی کابل در منطقه پل سرخ آمدند تا امو کراچی ها و دستفروش هایی که در بستر پیاده روها دستفروشی میکردن یا کراچی گذاشتن اونا را بردارن تا پیاده روها آزاد شو و هموطنان ما بسیار با سهولت از این مسیرها رفت آمد بکنند. بیننده عزیز، عامر صاحب تنظیم مارکت های ناحیه سیوم شهروالی کابل اینجا با خود داریم، از اینا در مورد برنامه امروزشان میپرسیم. السلام علیکم، خوب هستین برادر؟ السلام علیکم، بخیر سلامت باشین. برنامه امروز ما قبلا ما بر شما توصیه دادیم که فعالیت مای فروشی و یا کراشی در وسط پیاده رو اجازه نیست که ما امروز آمدیم سوار از نزدیک بررسی میکنیم. قبلا این مای فروشی در پیاده رو در سر جوی فعالیت میکرد که ما قبلا توصیه دادیم و عملا در دفتر آمد طرز العمل مای فروشی رو برشان دادیم، گفتیم فعالیت تون را داخل تنظیم کنین. قبلا دکان از این به این شکل نبود، کاشیکاری نبود که مای را وادار ساختیم که مکمل کاشیکاری کنه، چون فعالیت مای فروشی در مکان مناسب باید به فروش برسه و پخت و پس شوه و این همو توصیه های ما را و همو لایحه که ما برشان دادیم عملی ساخته. خب از این کیره نو جور کرده، یک ذره بی‌نظمی داخلش است که انشاءالله ایران علی جان برکن توصیه میکنیم وسایل اضافی تا دور میکنی دیگه همه وسایل تا مکمل تنظیمش میکنم. قربان سلامت باشید. قبلا به شکل نبود نه؟ اینا میره ما برشون توصیه کردیم خدا خیرش بده، اینا دکان منظم کرده انشاءالله فعالیت خود قانونی ساخته. به خاطر از اینکه همین پیاده روها منظم بمانه شما خالی اومدین اقدام کردین پیاده روها را پاک کردین، به خاطر همین وضعیت ادامه داشته باشه شما چی اقدام رو روی دست دارین؟ ما تیمای گزمه داریم، ما دو تیم گزمه داریم که توسط زرنجو میایه روزمره از ساعت پل سرخ سوای کوته سنگی ما که دو نقطه آسیب پذیر است از ساعت 8 تا 4 بجر یا کنترل میکنه. حتی در سوای کوته سنگی ما پلان نوکری ولی داریم که تا 6 شام اینا گزمه میکنه، به هیچ عنوان دکاندار یا دستفروشی که وسط پیاده رو سوای بندش پیاده رو میشه حتی آزار و اذیت اهالی میشه به هیچ عنوان تیم گزمه ما اینا رو اجازه نمیدن. اگر بازم مشاهده شد که دکاندارا بیان تخت خود یا فعالیت در پیاده روها فعالیت بکنن، شما با همچون موارد اگر بار دیگه سر بخورین باز اقدام شما چیه؟ ما هیچ شهروالی امیر جواب میکنم، ما بار اول گفتیم توصیهش میکنیم تعهدشون میگیریم که تخلف نکنن، در صورتی که تخلف کرد دکانش رو لاک میکنیم و به مرجع مربوطه روانشون میکنیم. سپاس از شما. قربانتون سلام. تدان نړیل شاروش کولای کو هی ودا وین دزړه در کو. السلام علیکم برادر، خوب هستین؟ علیکم سلام، خوب هستین؟ ساعتان خوب؟ سلامت باشین. اسم مبارک؟ جان علی، اسم یک از مای فروشای پل سرخ. خب قسمی که خودت هم گفتین عامر صاحب تنظیم مارکت های شهروالی کابل به شما قبلا هدایت داد که شما فعالیت خود را در داخل دکان داشته باشین، شما از امی روند کاری شهروالی کابل راضی هستین؟ طبعا راضی هستم. یک چیز بیداشتی درست است، اگر از لب سرک در داخل دکان بهتر است اکرامیده، چون دست پیدر او مردم هم اذیت میشه، این کار ما چرب است، اگر روغن است، اگر آتش است، همین داخل دکان پاک منظم باشه بهتر است. کسایی که در بیرون از دکان در پیاده روها فعالیت میکنه در سر جوی و خصوص که باعث ازدحام میشه و با مردم مزاحمت ایجاد میکنه، پیام خودت به اون آدما که کسایی که می کارا میکنن چی است؟ پیام ما به مسلکای ما میسه که بین سر سرک داخل دکان می دکاناتون کاشیکاری کنین منظم شه تا می شهر دست به سم بتم درست شه. سپاس از شما. قابلش نیست. خوش اومدید شما. خیر باش. دوستای عزیز، قسمی که دکانی برادر ما را میبینین اینا واقعا کار کردن، یعنی دکان خود هم زیبا ساختن، کاشی گرفتن
و اینا بعد از این دیگه در داخل دکان فعالیت میکنن. به هیچ وجه اینا خودشون گفتن که ما دیگر در پیاده روها فعالیت نمیکنیم تا باعث ازدحام برای هموطنان ما نشه. د زړه درکو تته هر څه درکو دوستان عزیز غلط فهمی نشوه، اینا غرفه‌ای است که از سوی شاروالی کابل توزیع شده، ولی متاسفانه این دکاندارا باز از حق خود بیش میخواهند، یک قطار دیگه مال خود میچینن تا باعث ازدحام برای هموطنان ما شوه. اینجا مسئولان آمدن تو همو پیش برآمد اینا را که بیشتر از حق خود خواستن یا تجاوز کردن از حق قانونی خود، اما پیش برآمده را اینا تخریب بکنن و بردارن. السلام علیکم برادر، خوب هستین؟ و علیکم سلام، بخیر هستی، جور هستین؟ سلامت باشین. میشه خود معرفی بکنیم ببینیندو؟ حافظ عبدالحمید هستم، مدیر عمومی صحت محیطی. ما چند بارم اینجا آمده این غرفه را تعهدش را گرفتیم که در آینده نباید پیش برآمدی داشته باشه، ولی با شما خودتان دیدین که برامدگیشان از حقشان اضافه بودن، یا حق ندارن که اینجا ویزان چیزهای ویزان کنه، ولی یا استفاده میکنن بیخی ما را به تکلیف کرده. ما از اینجا مالش میبریم ناحیه، باز تعهدش میگیریم پس مالش میدیم، ولی یا باز بارها میکار میکنم. این شما خودتان با چشمای خود میبینین این غرفه دارا را دیگه، الله اصلاح کنه. آخرین اقدام شما چی است؟ شما هر بار مثلا بیاین مال از اینا را بردارین ببرین ناحیه، باز اینا بیاین مال خود پس بگیرن، باز بکشن در روی پیاده رو مسدود بسازن. اقدام نهایی شما چی است؟ آخرین اقدام ما این غرفه را خوشحالوالی برشان دادم. اگر تکرار شوه این غرفه شو پس میگیریم به یک فرد دیگه میتیم. تشکر از شما. زنده باش. سلامت باش. وطن استا د وجود بدر ملنا کو. السلام علیکم برادر، خوب هستین؟ و علیکم السلام، خوبم شکر. سلامت باشین. نام شما؟ نام مذاکر است. ذاکر، این غرفه از خودت است؟ بله از من است. گلاس میفروشی؟ بله. این غرفه از سوی شاروالی کابل برای توزیع شده؟ بله. امروز خودت هم دیدی که شاروالی کرده خود جورش خود ما کرده دیگه. خب همی جای براتون شاروالی داد؟ بله. در بدل حقوقی کرایگی پرداز میپردازین؟ بله. امروز خودت هم دیدی که شاروالی کابل یک برنامه داشت و شما این جای داده، ولی بسیاری از غرفه ها قسمی که دیده میشه از حق خود بیشتر تجاوز کردن، پیاده رو بند ساختن، و امروز آمد مسئولان نایه سیوم شاروالی کابل امو اموالی که در روی پیاده رو گذاشته شده بود اونا را برداشت. خودت از این برنامه راضی هستی؟ بله ما راضی هستیم، چیزی که قانون باشه، چیزی که مقررات شاروالی باشه ما راضی هستیم. چی پیام داره به کسی که کار میکنه با مو مسلکای همی؟ هر کی به اندازه‌ای که امو قدر دولت کرام ته امو قدر مال بشینه دیگه قصه نداره، خوب است، برای خودش هم خوب است، با دولت هم خوب است، پدره هم بند نمیکنه دیگه، گپی نیست، قانونی کار کنه دیگه. بله هر چیزی قانون بگه. تشکر از خود، سلامت باشی. خیر باشی. السلام علیک برادر، خوب هستی؟ علیک السلام، خوش آمدین. سلامت باشین. اسم مبارک؟ اسم کربلای احمد حسین، یک از دکانداران چاره پلسخ نایه سه. دمیر سایه تقمین 20 سال است ما دکاندار است. سار خوب. شاروالی کابل دینمی سایه که خود دکان داری برنامه نظم شهری را انداخته بود تا نظم در شهر در این منطقه برگرده، به خاطری که بسیاری از دستفروش ها و کسایی که غرفه داشتن از حق خود بیشتر تجاوز کرده بودن و پیاده روها را مسدود کرده بود. شما از این برنامه شاروالی کابل چقدر راضی هستید؟ خب الحمدلله شاروالی نایه سه فعلا کارهایشان ادامه داره، خصوصا در شهر پاکی در نظافت بسیار کوشش کرده است. فعلا ما میبینیم جویا را پاک میکنه، سرگاه را، گلدان ها و کراچه ها هیچ وجود نداره. غرفه هایی که هستن هم کلا در مقررات و قانون دولتی هستن که هم یک مقدار کرای وضع شده برشان میته. دیگه کارمندای نایه سه الحمدلله کلشان به اصولی که دولت برشان عمل میکنه، زیر امر است دیگه، مردم هم اطاعت امر دولت از ما هم خطاعت امر دولت و نایه هستم، چیزی که امر باشه هم کار میکنیم. خودت خب قسمی که دیده میشه پیاده را و مسدود نکردی، ولی او کسایی که غرفه دارن غرفه خود ماندن آمدن اموال خود در روی پیاده رو گذاشتن که باعث ازدحام شده و پیاده رو بروی هموطنان دیگه ما مسدود ساختن. خب پیاده رو که هست که حق مردم، حق ملت است دیگه، هر کسی که یک جای را کرا میگیره یا فرض دکان داره یا فرض غرفه داره
اما حق و حقوقش اندازش مراد کنه دیگه که مردم مراد چیز نکنه آزای نکنه. در کل نظرت در مورد فعالیت های شاروالی کابل چی است؟ خب الحمدلله ما خودم طول تاریخ میبینیم که شاروالی فعلا شاروالی امارات اسلامی افغانستان در کل بسیار زحمت کرده شده، بسیار کار کرده رئیست، چی در سطح شهر، در سطح ولایت ها، چی در سطح شاهراه ها، چی در سطح همه چی در هر بخش که ببینی کار و فعالیت داره، وزارت همین شاروالی کابل، شاروالی افغانستان در هر بخش کار کرده رئیس، زحمت کشه به خاطر یک بهبود در این وطن، به در این ملک ما صفایی و یک سرک مجور باشه، پیاده روی مجور باشه، مردم ما راحت با سهولت زندگی کنه. تشکر از شما، سپاس. قربان شما، بخیر باشید، بسیار خوش شدیم دیگه، ما در خدمت باشیم. سلامت، زنده باشید. السلام علیکم. آیسه علیکم سلام، خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. سلامت باشین. اسم مبارک؟ من سید نصیر هستم. باشنده این منطقه هستین یا در این منطقه دکان دارین؟ باشنده این منطقه هستم و دکان هم داریم همینجا، دکان کیک فروشی داریم. بله. چطور از کاروبار؟ خدا رو شکر، الحمدلله مگذره. بله خوب است. خوب هستی این شما؟ شکر است. بله بله شکر. سلامت باشین. شاروالی کابل یک برنامه داره به نام برنامه نظم شهری. امروز این منطقه پل سرخ، منطقه شما، این برنامه را راه انداخته بود تا نظم در این ساحه برگردانه. شما چقدر راضی هستین از برنامه؟ بسیار راضی هستم. این برنامه ای که شاروالی روی دست گرفته بسیار پروگرام خوب است. همه جای پاک شده، همه چیز منظم شده و راضی هستم. چطور میبینی فعالیت های شاروالی کابل؟ شما یک تغییر میبینین در فعالیت های شاروالی کابل نسبت به گذشته؟ یک تغییر مثبت؟ بله، 100% 100% تغییرات آمده نسبت به دوره گذشته و چیزی که میگن امور انجام میتن. سابق بود متاسفانه پیگیری نمیکردن، ولی حال الحمدلله امور چیزی را که میگن تطبیق میشه و بسیار راضی استم. همه جای پاک شده، همه چیز منظم شده، بسیار عالی است. در گذشته گفتار بود و عمل کم بود، حالا هم گفتار است و هم عمل است. دقیقاً حالا چیزی که میگن عمل میکنن، هم گفتار است هم عمل. سپاس از شما، تشکر. خواهش میکنم، از شما تشکر. سلامت باشید. درد یوجمن وطنا در سرجمن